هفتم می ماه 2017 برابر با 17 اردیبهشت 1396 در دور دوم رقابت بین امانوئل مکرون و مارین لوپن، مکرون 39 ساله توانست با غلبه بر رقیبش برای مدت 5 سال رئیس جمهور فرانسه شود. او 14 می کارش را آغاز و دیروز کابینه خودش را معرفی کرد. امروز با آقای فاتح شیخ از حزب هکپاتیس هستیم تا اهمیت و به هر حال بررسی داشته باشیم نسبت به این انتخابات. آقای فاتح شیخ سلام دارم به شما و سپاسگزار از این که این فرصت رو ما دادی که بار دیگه با شما باشیم. منم به شما و به شنوندگان و بینندگانتون سلام دارم و متشکرم از فرصتی که ایجاد کردید. خیلی ممنون. آقای شیخ، ما این به هر حال انتخابات که صورت گرفته بحث‌های زیادی بود، حساسیت زیادی بود روی این مسئله. اگر امکان داره قبل از که وارد اون جزئیات قم بشیم، به نظر شما اهمیت انتخابات فرانسه به طور شاخص چه چیزهایی بودن که بعد به ادامه بحث بپردازیم؟ بله، من نظرم اینه که اولین اهمیتش در سطح جهانیه، نه در سطح فرانسه. در سطح جهانی وقتی میگم، منظورم در سطح معادلات، بالاترین معادلات جهانی یا اونجوری که میگن بین المللی. من از کلمه بین المللی زیاد مثلا خوشم نمیاد. اینا الان معادلات جهانی به این ترتیبه که روسیه یه قدرتیه که میخواد اون موقعیت قبلی تزاری در قرن 19 و شوروی در قرن 20 رو به هر حال به دست بیاره، و البته امکانات کمی داره برای اینکه به این هدف برسه. این یه دیدریمه برای پوتین. ترامپ هم از طرف دیگه میخواد اون موقعیت سابق آمریکا و دریم آمریکایی رو دوباره احیا کنه، که اونم به نظر میرسه خیلی مشکله بتونه به این هدف برسه. و هر دوی این قدرت ها در یک سال و نیم اخیر تلاش کردن که اتحادیه اروپا رو متلاشی کنن به همین معنی. و جریان خروج بریتانیا قدم اولش بود که هر دو دولت ازش، یعنی هر دو، اون موقع پوتین هنوز سرکار نیومده بود، ولی یادتون باشه همون روز رفراندوم در اسکاتلند اونجا بود و تقویت کردین به اصلاح رای دادن به خروج از اتحادیه اروپا رو. این رای دادن به خروج نخلص تحقق پیدا کرد. بعد از اون تمام تلاش این دو نیرو یا این دو قطب جهانی این بود که اتحادیه اروپا رو به طرف فروپاشی ببرن، و خب شایع کردن یا به اصلاح تبلیغات کردن که این یه دومینوست، یه دومینو افکته. به دنبال پیروزی ترامپ دیگه هر نوع پوپولیزمی در هلند، در فرانسه، در جای دیگه اتوماتیک به پیروزی میرسه. خب این یه تحلیل بیپایه بود، بعدن هم در عمل ثابت شد که در اتریش اینطور نشد، در هلند اینطور نشد، در فرانسه ولی خیلی تلاش کردن. و پوتین مشخصا با دعوت کردن مارین لوپن به مسکو و حمایت خیلی صریح ازش، واقعا میخواست یک کاری بکنه که اون برنده بشه. خب اوضاع اونطوری نشد و شما اشاره کردید در دور دوم ماکرون با 2/3 آرا پیروز شد. حالا خیلی ها میگن هم ماکرون پیروز شده هم لوپن پیروز شده، چون لوپن هم آرای بیشتری آورده. ولی به نظر من این تصویر غلط اندازیه. به طور واقعی در یه انتخابات معین که تأثیر جهانی داره، نماینده یک جریان بر نماینده یک جریان دیگه پیروز شده. اینو نمیشه دیگه تخفیف داد به آرا، به میزان آرا. بعضی خب علاقه دارن همیشه نیمه خالی لیوانو نگاه کنن. اونها فکر میکنن مثلا، یا مثلا میخوان همون تهدید پوپولیسم و راسیسم رو روی سر
مردم جهان نگه دارن. به این ترتیب میگن بله خب لوپن هم پیروزی به دست آورده. نه لوپن، خب شما فکر نمی کنید این 35% آرای لوپن خودش یک گیوتینی بالای سر مکرون هستش برای برحال اون سیاست هایی که قرار اتخاذ بکنه؟ ببینید انتخابات همیشه یک مومنت در جریان تحولات سیاسی جامعه. انتخابات برخلاف اون چیزی که به اصطلاح طرفداران دموکراسی تبلیغ میکنن، ستون فقرات قدرت سیاسی در کشورهایی که انتخابات صورت میگیره نیست، بلکه مومنت هایی هست که درش قدرت دست به دست میشه و بعد از این مومنت دوباره به اصطلاح تناسب قوا تغییر میکنه. روز هفتم مای یه شکست بزرگ بوده برای مارین لوپن. 15 سال قبلش هم پدرش به همین موقعیت رسید، اونم شکست خورد. یعنی جامعه فرانسه نشون داد که بعد یعنی دو بار نشون داد که به این جریان حاشیه‌ای بسیار افراطی راسیستی در جامعه فرانسه اجازه صعود به بالاترین سطح قدرت سیاسی رو نمیده. وقتی میگم جامعه فرانسه، منظورم اینه که کلن اون کسایی که حق رأی دارن در انتخاباتی مثل انتخابات فرانسه که همه رأی ها شمرده میشن، این تأثیر داره. و این که میگیم جامعه، معنیش اینه اگه دیده باشید بعد از اینکه در 23 آپریل هر دوی اینها به دور دوم کشیده شدن، بلافاصله یک جبهه درست شد به طرفداری از ماکرون و در ضدیت با لوپن. و این جبهه واقعیه که سال 2002 هم تشکیل شد به دفاع از ژاک شیراک در مقابل ژان ماری لوپن. در نتیجه این رأی 35%، حالا 35 یا 33% هر چی هست، ماری لوپن، این برایش سرمایه نمیشه. این دیگه روز هشتم دیگه اعتباری نداره. و الان شما میبینید در طول دو هفته گذشته اثری از اون جنجال ها نیست، نه تنها نیست، حتی در خود حزب فرونت ناسیونال هم شکاف های ایجاد شده. حالا بعدا به این مسئله برمیگردیم، ولی من قصدم این بود که بگم این انتخابات قبل از هر چیز یک زورآزمایی جهانی بود. و به نظر من و این که با انتخاب ماکرون گفته شد که دولت‌های اصلی عضو اتحادیه اروپا نفس راحت کشیدن، این یه واقعیته. یعنی اتحادیه اروپا پایداریش در مقابل تحریکات پوتین و ترامپ، پایداریش اثبات شد، استقرارش اثبات شد. بالاخره این یه قطبیه که میمونه در مقابل اون دو نیروی دیگه. این به نظر من مهمترین تأثیر انتخاب ماکرون. ماکرون فقط برای فرانسه انتخاب نشد و به نظر من فقط برای 5 سال هم انتخاب نشده. حالا بعدا اگه فرصت داشتیم به ویژگی های کاراکتر خود ماکرون برگردیم، به نظر من یک کاراکتریه که برای این دور از تحولات سیاسی جهان و اروپا، برای برجوازی اروپا مناسب ترین کاراکتر در جهت حفظ اتحادیه اروپا و در این حال در جهت تعدیل کردن بعضی از مشکلات اتحادیه اروپا. مثلا همین امروزی که من و شما صحبت میکنم، دوباره رکود در یونان برگشته. خب برای مقابله با رکود در یونان دو تا سیاست در اتحادیه اروپا، یه سیاستی که مثلا مرکل داشته در سالهای گذشته سختگیری بوده، چون صاحب اون سرمایه‌ای که در جنوب اروپا و مخصوصا در یونان داره استثمار میکنه، یه نماینده اون سرمایه است. ولی الان به نظر میرسه ماکرون و این به اصطلاح گرایش لیبرال برای حفظ اتحادیه اروپا دوست دارن یه خورده ملایم‌تر برخورد کنن، سیاست‌های متفاوتی اینها اتخاذ میکنن. و خود اتحادیه اروپا که با مشکلات و تناقضات متعددی روبروه، احتمالاً ماکرون یکی از
فاکتورهایی میشه برای اینکه این تعدیل بشه و قدرت پیدا کنه، بیشتر قوی تر بشه، احتمالا قوی تر به این معنی استقرارش یا ثباتش یا موندنش به اصطلاح تضمین بشه. برای اینکه در یک سال گذشته یا حتی میشه گفت در 6 ماه گذشته یک شمشیری بالای سر اروپای واحد آویزون بود که آیا میتونه ادامه پیدا کنه یا متلاشی میشه. و برگزیت در واقع وقتی مثلا ماری لوپن میگفت برگزیت بعد از برگزیت میاد، به طور واقعی اگه موفق میشد فرانسه رو حتی میبرد در آستانه خروج از اتحادیه اروپا، دیگه اتحادیه اروپایی نمیموند. اتحادیه اروپا مرکل عملا اش گفته بود که اگر فرانسه به خارج بشه اتحادیه اروپا پاشیده میشه، یعنی دقیقاً اینجوری بود، اینجوری بود. ولی الان برعکس شده، الان به نظر من حتی پروسه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا مشکل تر و پرخرج تر شده برای بورژوازی بریتانیا و اقتصاد بریتانیا. به این ترتیب یعنی الان اتحادیه اروپا و نمایندش در مذاکره با ترزا مای از موضع قدرت بالاتری مذاکره میکنه، شرایط سختری رو به بریتانیا تحمیل میکنه. در نتیجه افسانه اینکه گویا خروج از اتحادیه اروپا به نفع بریتانیا بوده رو بسیار روی صخره واقعیات در هم میشکنه و شرایط بدتری رو بهشون تحمیل میکنه و این رویا رو از سرشون خارج میکنه. به این معنی مثلا حالا کسی این صحبتهای منو گوش بده ممکنه بگه شما چرا اینقدر طرفدار اتحادیه اروپا هستی؟ میگم این نسبیه. اتحادیه اروپا در شرایط فعلی در مقابل دو قدرت دیگه‌ای که دو قدرت‌های روسیه پوتین و آمریکا ترامپ هستن، موندنش بیشتر به نفع اوضاع جهانیه و به نفع برحال چرا به نظر شما موندنش تأثیر میکنه؟ این که برحال نه کمکی داره به اقتصاد طبقه کارگر یا برحال وضعیت طبقه کارگر، نه وضعیت طبقه کارگر فکر نمیکنم کمکی باشه آنچنان برای وضعیت پناهندگان مهاجرین. به نظر شما چه چیزی میتونه این اتحادیه اروپا رو اینقدر شاخص بکنه در این معادلات؟ در مورد هر دوتای اون مسائلی که شما الان مطرح کردید، مبارزه طبقه کارگر برای بهبود وضعیت خودش و همچنین در مورد برخورد به مسئله مهاجرین، موندن اتحادیه اروپا تا متلاشی شدنش، موندنش بهتر از متلاشی شدنش. برای اینکه متلاشی شدنش به معنی اینه که دنیا میفته دست به اصطلاح رقابت ترامپ و رقابت و همکاری ترامپ و پوتین برای تقسیم مجدد دنیا و این به هیچ وجه به نفع طبقه کارگر، به نفع مسئله مهاجرت، به نفع اوضاع جهان نیست. برعکس اگه اتحادیه اروپا همچنان که در فرض کنید 25 سال گذشته بوده عملا و در 50 سال گذشته تأثیر داشته، این تأثیرش تأثیر متعادل کننده است در مقابل دو نیروی حالا بعد از فروپاشی شوروی من میگم، دو نیرویی که هر دوتاشون یک وزنه ارتجاعی سنگینی بودن برای بشریت دوره بعد از فروپاشی شوروی. ببینید شما اگه تاریخ کلن اروپا رو در طول قرن 19 و قرن 20 نگاه کنید و الان در قرن 21 هستیم، یه استمراری در موقعیت اروپا نسبت به آمریکا و یعنی نسبت به ایالات متحده آمریکا و روسیه تزاری و بعدن شوروی وجود داره. اونم اینه که همیشه این دوتا قدرت چشمشون به اروپا بوده و یک رقابت شدیدی با اروپا داشتن و اروپا مرکز پیشرفت مبارزات کارگری و دستاوردهای طبقه کارگر بوده و همیشه زیر فشار آمریکا و زیر فشار روسیه تزاری این دستاوردها با خطر روبرو شده. یعنی همیشه اینها وزنهایی بودند برای تقویت ارتجاع در اروپا در مقابل انقلابات اروپا و در مقابل مبارزات طبقه کارگر. الان در قرن 21 باز احساس میکنه یه همچین وضعیتی پیش اومده، خب البته با فاکتورهای امروزی، با
پارامترهای امروز ژئوپلیتیک امروز دنیا. پوتین، اشاره کردم، پوتین یک رویایی رو در سر میپرورونه که به نظر من بهش نمیرسه، ولی بالاخره خود تلاش برای رسیدن به این عظمت طلبی، به احیای عظمت طلبی روسیه تزاری و شوروی زمان استالین، خود این مصیبت هایی رو برای جامعه جهانی به بار میاره و همین الان میبینیم در رقابت هاشون در سوریه و در خاورمیانه و در اوکراین با اروپا. و من منظورم این نیست که جامعه اروپایی در اینجا طرف مترقی مسئله هست، میخوام بگم این رقابتی که الان پوتین به راه انداخته از سال 2000 به این طرف، این رقابت مایه برای تشدید به اصطلاح تناقضات جهانی و همش به ضرر به اصطلاح پیشرفت مبارزات اجتماعی و طبقاتی تمام میشه. آمریکا هم همینطوره. آمریکا در طول این 25 سال اخیر، جز دو دوره که کلینتون و اوباما بودن و سعی کردن تعدیل بکنن، اونم نه اینکه تغییر بدن، سعی کنن تعدیل بکنن، بقیهش دست نئوکان ها بوده و الان هم که ترامپ هست. من معتقدم که وزنه اروپا در کل به نفع حفظ دستاوردهایی که طبقه کارگر در طول دو قرن گذشته به دست آورده، چون بحث این نیست که کدوم یکی از اینها به نفع طبقه کارگر، هیچ کدوم از این سه قطب ربطی به نفع طبقه کارگر ندارن، هر سه قطب علیه طبقه کارگر هستن، ولی شرایطی که برای طبقه کارگر مساعدتر میشه یا نامساعدتر میشه رو میشه تشخیص داد. به نظر من موندن اتحادیه اروپا شرایط رو مساعدتر میکنه تا متلاشی شدنش زیر فشار این دو دولت روسیه و آمریکا. این یک به اصطلاح یک جنبه جهانی و اروپایی، به اصطلاح جنبه جهانی در ارتباط با اروپا. به نظر من ماکرون اساسا یک شخصیتیه که الان راجع به آینده اروپا روش حساب میشه، تا اینکه در معادلات داخلی فرانسه، ولی در معادلات داخلی این رو حالا بهش برمیگردیم روی بس. این مسئله به هر حال وضعیت ایشون، ولی سوالی که شاید الان من داشته باشم این هستش که ما در همین تاریخ اخیر نه چندان دور شاهد، شما خودتون یه اشاره‌ای به وضعیت یونان داشتید، بعد اسپانیا بود، پرتغال بود، و ما شاهد بودیم که یک موج چپگرایی در واقع در اون کشورها شکل گرفت و بخشن هم تونستن قدرت سیاسی رو به دست بگیرن. ما در فرانسه هم شاهد به هر حال شرکت بنوامون از حزب سوسیالیست یا ناتالی آرتود یا از حزب مرز کارگران یا فیلیپ پوتو بودیم، ولی عملا اینها رأی نیاوردن و توی معادلات نتونستن کاری بکنن. به نظر شما چرا فرانسه، حالا اشاره داشتید به وضعیت جهانی، های علاوه داخلی این رویکرد به لیبرالیسم و نه چپ و نه راست چه مفهومی رو داره؟ آیا این نماینگر یه شکاف اجتماعی در جامعه فرانسه هستش؟ خب به طور قطع، ولی کلن برای برخورد به جریانات بورژوایی و احزاب بورژوایی، مخصوصا در شرایط امروز که سرمایه‌داری کاملا جهانی، یعنی بیشتر خیلی جهانیه، مثلا به نظر من فاکتور جهانی مهمتر از همه فاکتورهای محلی و مخصوصا در مورد فرانسه و سرنوشتی که اروپا داره. یعنی اون چیزی که باعث شده جریان ماکرون ظرف دو سال به نام لیبرالیسم اینقدر رشد بکنه که به امید اروپا و به امید بورژوازی فرانسه تبدیل بشه، موقعیت جهانی فعلیه. تو این موقعیت جهانی چپی که مثلا فرض کنید مثل بنوا آمون یا ناتالی آرتو یا حتی ژان لوک ملانشون نمیتونه پرچم داره این مسئله باشه برای بورژوازی، چون همه اینها
جریانات خردوریز بورژوایی هستند. مثلا حتی بنو آمون بالاخره نماینده حزب سوسیالیست بود که حزب سوسیالیست در طول 30 سال گذشته یک جناح مرکز کمی چپ بورژوازی فرانسه بوده، خیلی ضعیف، ولی تو این دوره به دلیل اینکه خودش یه برنامه اجتماعی داشت میخواست به اصطلاح بیاد رو، ولی دقیقا به همین دلیل، به همین دلیل که مثلا برنامه یو بی آیش رو به اصطلاح درآمد پای عمومی رو در نظر داشت، از طرف اکثریت حزب سوسیالیست که دست راستی بودن از پشت بهش خنجر زدن. یا مثلا ژان لوک ملانشون که رأی بالای آورد تو این دور اول، ولی به نظر من اون هم یک جناح ناسیونال چپ فرانسه است. اینطور نیست که ربطی به طبقه کارگری و سوسیالیسم به طور کلی نداره، و حتی میشه خیلی از سیاستاش ایراد گرفت، حتی در همین دوره انتخابات اخیر اگه مقایسه کنیم ما مثلا 4 سال پیش یا با سال 2002، همین ژاک ملانشون سال 2002 بدون هیچ تردیدی به ژاک شیراک رأی داد در مقابل ژان ماری لوپن، یا 4-5 سال پیش بدون هیچ تردیدی در مقابل سارکوزی به فرانسوا اولاند رأی داد، ولی امسال دیدیم تردید پیدا کرد که آیا به ماکرون رأی بده در مقابل مارین لوپن. اینها نشون میده که به اصطلاح یه جریان چپی که اوضاع رو در سطح بین المللی نمیبینه و در سطح فرانسه هم حتی این مومنت روز انتخابات رو تشخیص نمیده که تو اون روز رأیش رو چجوری بده یا رأی طرفدارانش رو به کدوم طرف هدایت کنه، و اینا معلومه نمیتونن پرچم داره هیچ تغییری بشن. ولی به نظر من یک جریان لیبرال، ببین ماکرون میگه من نه چپ هستم نه راست. خب شما نگاه کنید به موقعیتی که داره و نگاه کنید به ترکیب کابینش که دیروز معرفی کرده، خب این یه جریان راسته، ولی یه راست ملایم و میانه است. به هیچ وجه نمیشه ماکرون رو چپ حساب کرد. ولی وقتی میگن لیبرالیسم اجتماعی در اروپا معنی داره، اروپا یه قرارداد ماستریشت داره که از روز اول با مخالفت بورژوازی بریتانیا روبرو شد. اگه بررسی کنیم، حالا ممکنه کسی یادش نباشه، ولی اگه این مسئله بررسی بشه، بریتانیا همیشه در مقابل اون چیزی که بهش میگفتن اروپای اجتماعی، اون طرفدار یک اروپای محافظه‌کار بود و مخالف قرارداد ماستریشت بود. قرارداد ماستریشت مثلا فرض کنید در مورد زمان کار یه محدودیت هایی داره، میگه هفته از 48 ساعت بیشتر نباید زمان کار داشته. همون موقع جان میجر در انگلستان میگفت این یعنی چی؟ کارگر میتونه مثلا تا 55 ساعت کار کنه، چرا نباید کار کنه؟ خب اینجور برخوردهای به اصطلاح راست و چپ در سطح اروپا وجود داره. مرکل لیبرال اجتماعی نیست در آلمان، برعکس یه لیبرال کاملا محافظه کار حزب دموکرات مسیحیه، ولی به نظر میرسه ماکرون و جریانی که ماکرون نمایندگی میکنه اون شاخه ای از اتحادیه اروپا هست که بهش میگن اروپای اجتماعی. اینها در رابطه با یونان، در رابطه با اسپانیا، در رابطه با خود شرایط کار در اروپا ختمش جداگانه ای دارن با راست افراطی، با سارکوزی مثلا. من یادم 5 سال پیش یا قبلا سارکوزی نمیتونه 35 ساعت کار رو که به صورت قانون در اومده بود در سال 2000 در فرانسه لغو کنه، و حتی در انتخابات اخیر هم اگه دقت کرده باشید هیچ کدوم از مثلا مارین لوپن هم حتی ادعای اینو نداشت، ولی سارکوزی میخواست اون 5 ساعتی رو که طبقه کارگر کم کرده بود از ساعت کار هفتگی و تحمیل کرده بود به بورژوازی فرانسه، میخواست از طریق افزایش سن بازنشستگی و راهکارهای دیگه پس بگیره، که موفق نشد. فرانسوا اولاند هم تو این دوره‌ای که به اصلاح دوره 5 ساله‌ای که بود نه تنها هیچ کمکی نکرد به اصلاح بهبود وضعیت طبقه کارگر، برعکس باعث شد که
مبارزات کارگری که در دوره سارکوزی واقعا به یک اوج خیلی جالبی رسیده بود رکود پیدا کنه. البته خب تروریسم و این بساطهای دیگر هم و یا رشد راسیزم یا مسئله مهاجرت و اینها هم عملا در جهتی بود که ضرر زد به مبارزه طبقه کارگر. چیزی که من الان میخوام نتیجه گیری بکنم اینه که با روی کار اومدن ماکرون و با تغییر وضعیت الان به نظر میرسه در خود فرانسه هم زمینه برای پیشروی مبارزه طبقاتی در داخل فرانسه آماده تر و مساعد تر بشه. مبارزه طبقاتی فقط مبارزه کارگران با بورژوازی نیست، مبارزه بسیار جنبش های بورژوایی با هم دیگر هم بخش مهمی از مبارزه طبقاتیه که شرایط رو یا مساعدتر میکنه یا نامساعدتر میکنه. من فکر میکنم در سطح جهانی پیروزی ماکرون باعث شده که جریانات بورژوایی که با هم رقیبان، آمریکای ترامپ و روسیه پوتین، نتونستن اروپا رو متلاشی کنن و از این لحاظ من شخصا این رو مثبت میدونم، هم برای طبقه کارگر اروپا و هم در سطح جهان. از طرف دیگه در خود فرانسه هم به نظر میرسه درست ماکرون لیبرال راست هست و این که میگه من نه چپ هستم نه راست رو نباید جدی گرفت، ولی با وجود این به نظر من شرایط برای پیشرفت مجدد مبارزه کارگران آماده تر میشه، بهتر از دوران سارکوزی، چون در دوران سارکوزی به طور واقعی طبقه کارگر مبارزات خیلی خوبی رو پیش برد، ولی به دلیل اینکه سارکوزی در مقابلشون قاطع ایستاد و متاسفانه اونها قاطع نبودن در مقابل سارکوزی، بالاخره عقب نشینی هایی بهشون تحمیل شد. من یادم در به اصطلاح ژانویه 2009 وقتی میلیون ها کارگر ریختن به خیابون ها، کار به جایی رسید که حتی سارکوزی کابینه رو در کاخ الیزه تشکیل داد، گفت امروز تا شب با هم هستیم و کسی حق نداره اظهار نظر کنه، ببینیم امروز چه اتفاق میفته. فکر میکردن که کارگران انقلاب میکنن و میرن کاخ الیزه رو میگیرن و اون موقع سارکوزی گفت یا باید منو ساقط کنید یا من این قانون‌ها رو اجرا میکنم و سن بازنشستگی رو بالا میبرم و چیکار میکنم. خب اگه اون موقع پرچمی در دست طبقه کارگر بود که میگفت بله ما تو را ساقط میکنیم، الان اوضاع در 8 سال گذشته خیلی به نفع طبقه کارگر پیشرفت میکرد، ولی یونیونیزم هرگز این پرچم رو در دست نداره و در مقابل سختگیری بورژوازی عقب نشینی میکنه و این عقب نشینی خب به ضرر طبقه کارگر در فرانسه تمام شد. من فکر میکنم الان دوباره یه دور دیگه از مبارزه طبقاتی در فرانسه شکل میگیره، برای اینکه تمام مشکلاتی که ناشی از بحران 2008 بود الان هم هست و ماکرون براشون راه حلی نداره و ماکرون در این حال مجبوره، ناچاره یک قیافه به اصطلاح یک پوزی بگیره، یک گاردی بگیره که زیاد مثل گارد سارکوزی نباشه. ترکیب کابینش رو نگاه کنید، خب بازم اکثریت کابینش از به اصطلاح دست راستی هاست، از فرانسوا بارو که رئیس خودش رئیس یک حزب دست راستیه تا ادوارد فیلیپ که از حزب فرانسوا فیون دوست البته دوست آلن ژوپه است، یعنی از یه جناح دیگه است، تا بقیه پست هایی که تقسیم کردن خیلی کم پست ها رو به حزب سوسیالیست یا به سوسیالیست ها دادن، سعی کردن یه موازنه برقرار کنن یا فرض کنید یه تعادلی بین اینکه حتما وزرای زن و مرد مساوی باشن اینها رو برقرار کردن، ولی چهره این کابینه باز یک چهره دست راستیه، البته ملایمتر از فرانسوا فیون و قطعا خیلی خیلی متفاوت با اون چیزی که ماری لوپن میخواست. میخوام بگم این اوضاع تغییرات معینیه که در سطح جهانی به نفع استقرار و ثبات اروپای واحد در مقابل پوتین و ترامپ و در سطح فرانسه هم امکان میده که دوباره مبارزه طبقاتی از زیر به اصطلاح توهمات حزب سوسیالیست و از زیر توهمات حتی ملانشون بیاد بیرون و حرکت رادیکال تری اونجا شکل بگیره مثل دهه 90. و اینکه
این که گفته میشه احزاب اصلی غایب بودن تو این انتخابات، اینجوری نیست. احزاب اصلی نماینده هاشون بود و به نظر من الان ماکرون با حزب آماش داره یک حزب جدید دست راستی رو به اصطلاح بنا میکنه که یک بخش از حزب سوسیالیست رو به خودش جلب میکنه و یک بخش از به اصطلاح دست راستی ها رو به خودش جلب میکنه، میشه یک حزب جدیدی به جای اون دو حزب قدیم. و این اصلا عجیب نیست و این اصلا به معنی این نیست که گویا آرایش سیاسی فرانسه اینقدر به هم خورده که دیگه قابل شناسایی نیست. بالاخره وضعیت دنیا، عامل بین المللی به نظر من در ترکیب احزاب داخل فرانسه این رو ایجاب میکنه که امروز یک حزب لیبرال ظرف یک سال میتونه نمایندهشو به تاخ الیزه بفرسته و حالا باید ببینیم یک ماه دیگه در جریان انتخابات پارلمانی هم چی میشه. ولی به طور کلی به نظر من خود انتخابات ها مهم نیست، نتایجش بیشتر چیزی که در پنج سال چیزی که در پنج سال آینده در اروپا و در خود فرانسه اتفاق میفته اون رو باید در نظر داشت. و من فکر میکنم اگه ماکرون بخواد همین رویه رو ادامه بده و همین کاراکتر رو از خودش نشون بده، احتمالاً پنج سال آینده هم داره، یعنی ده سال میتونه محل امید بورژوازی اروپا و محل امید بورژوازی فرانسه باشه. حالا اگر بتونیم اینو به طور خیلی خلاصه، چون وقتمون هم کم هستش، به طور خلاصه بگین خیلی ممنون میشم. این کاراکتر شخصیت‌های سیاسی به نظر من اهمیت داره. بخاطر شما الان کاراکتر شخصی ماکرون رو مقایسه کنین، با کی باید مقایسه کرد؟ به نظر من با چهار تا شخصیت دنیا باید مقایسه کرد: با ترامپ، با پوتین، با تریزا مای و با مرکل. به نظر من وقتی شما در ترازوی مقایسه بذارید، از همه اینها برای بورژوازی مناسبتره و برای این دوره مناسبتره، اطمینان بخشتره. همه اونها مشکلات بیشتری دارن تا ماکرون در رأس به اصطلاح دولت فرانسه. و دولت فرانسه دولتیه که دومین اقتصاد اروپا رو داره الان، چون با رفتن به اصطلاح بریتانیا دیگه بعد از آلمان این مهمترین اقتصاده. و این و ماکرون تشخیص داده که این دومین اقتصاد هم در رقابت و هم در همکاری با اولین اقتصاد اروپا که آلمان هست و در جهت تعدیل تناقضات اروپای واحد باید اقداماتی بکنه تا اینکه بخواد به اون چهره به اصطلاح مطلوب بورژوازی امروز اروپا تبدیل بشه. من فکر میکنم مثلا فرض کنید رئیس جمهور چین در طول نمیدونم چند سال گذشته یه شانس ویژه‌ای براش اتفاق افتاده که موفقیتی کسب کرده، ولی در ترازوی مقایسه با ماکرون نیست در سطح جهانی. یا فرض کنید کسایی مثل اردوغان و اینها که اصلا نیستن، ولی در سطح شخصیت‌های بالای جهانی این کاراکترهایی داره که برای بورژوازی امنیت بخشه، یعنی براشون امنیت ایجاد امنیت میکنه، میتونن بهش اعتماد کنن. در نتیجه من فکر میکنم شانس زیادی داره که 5 سال بعد هم داشته باشه. یعنی مثلا حتی مقایسه کنید با اوباما یا با کلینتون، به نظر من از اونها برای بورژوازی خیلی قابل اعتماد تره. اصلا با ترامپ که نمیشه اصلا مقایسهش کرد، برای اینکه ترامپ به نظر من یک وضعیتی داره، الان حتما شنیدی دیگه این روزا میگن نزدیک میشه به واترگیت. ترامپ یک کاراکتر سیاسی فالزه، جعلیه، که این یعنی در یک تناقض حادی به سر میبره. از یه طرف ایمیجی که میخواد مثلا جامعه اروپا و ببخشید آمریکا و حتی جهان رو مطابق ایمیج خودش بنا کنه. حالا خودش هم اینجا مشکل داره و بعید میدونم که اصلا شاید بتونه به 4 سالش هم برسه. ولی دقیقاً میخواد از اون طرف هم نمیتونه خودش رو انطباق بده. تنها کسی که از نظر شخصیت شباهت داره به ماکرون جاستین ترودو کانادا هست که به هر حال اونم مطلوبه، به نظر من یه چهره مطلوب و محبوب بورژوازی هست. و ولی به نظر من اهمیت جهانی و جایگاه جهانی که ماکرون در رأس بورژوازی فرانسه داره بسیار نداره.
اینها همه عواملی هست که میشه در شرایط فعلی هولوحش این انتخابات راجبش ببینید. من جز کسایی نیستم که فکر کنم بورژوازی همش سر و ته یک کرباسه. به نظر من اینطور نیست. نتانیاهو و اسحاق رابین سر و ته یک کرباس نبودن، ترامپ و اوباما سر و ته یک کرباس نبودن نیستن، مارین لوپن و ماکرون همچنین. یعنی جریانات بورژوایی بسیار متعددی در دنیا وجود داره و همه اینها واقعی هستند. در اینجا من فکر میکنم وقتی کسی مثل ماکرون با حزبش جدیدش و با پوز جدیدی که میاد، لازمه که به طور مشخص وضعیتش بررسی بشه، در درجه اول از لحاظ بین المللی و بعد در سطح اروپا و بعد در سطح خود جامعه فرانسه و تأثیراتی که به جا میذاره در مبارزه طبقاتی داخل خود فرانسه. بسیار سپاسگزارم از شما آقای فاتح شیخ به خاطر توضیحات مفصلتون و بررسیتون نسبت به وضعیت فرانسه و به هر حال رهبر جدید دستگاه فرانسه. و به شما هم خسته نباشید میگیم و تشکر. خواهش میکنم، مرسی. رادیو پیام تنها رادیو فارسی زبان در شرق کانادا است که از ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت هالیفاکس 10 شب تهران روزهای شنبه به مدت 2 ساعت روی طول موج FM 88.1 به روی آنتن می رود. برای اطلاعات بیشتر و همچنین برنامه‌های گذشته به وبسایت ما www.radiopayam.ca مراجعه کنید. Tune in to CKDU 88.1 FM every Saturday from 2:30 to 4:30 p.m. for Radio Payam with your host, Amir. On air since 2009, Radio Payam is the only Farsi show on the East Coast. For more information, visit radiopayam.ca. گر بر فلکم دست بودی چون یزدان، برداشتمی من این فلک را ز میان. از نو فلکی دگر چنان ساختمی، کازاده به کام دل رسیدی آسان.